کاخ سفید روسیه برای جنگ اوکراین از ایران پهپاد میگیرد مقامهای کاخ سفید گفتند که به اعتقاد آنها ایران قصد دارد هواپیماهای جنگی بدون سرنشین به روسیه بفروشد تا در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته شود دریک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که به اعتقاد آنها روسیه برای دریافت صدها پهپاد از جمله پهپادهای مسلح برای استفاده در جنگ اوکراین به ایران رو کرده است او گفت هنوز معلوم نیست که ایران پهپادی در اختیار روسیه گذاشته یا نه اما افزود که آمریکا اطلاعاتی دارد که نشان میدهد ایران برای آموزش نیروهای روسیه برای استفاده از این هواپیماها احتمالا در ماه جاری آماده می‌شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اطلاعات محاکی است که دولت ایران برای ارائه چند صد هواپیمای بدون سرنشین بر اساس جدول زمانی فوری آماده می شود. سالیوان گفت این ثابت می کند که عملیات بمباران اوکراین به دست روسیه به بهای توانایی حفظ انبارهای تسلیحاتی خود این کشور انجام می شود. سالیوان اشاره کرد که ایران قبلا پهپادهای مشابهی در اختیار حوثی های یمن قرار داده که با آنها به عربستان حمله کردند. او در حالی این ادعاها را مطرح می کند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا استشان به سفر خود به خاور میانه و بازدید از اسرائیل و عربستان را شروع خواهد کرد برنامه هسته ای ایران و همچنین آنچه آمریکا و اسرائیل فعالیت های شرورانه این کشور می خوانند جز موضوع مورد بحث در این سفر خواهد بود اخیرا گزارش شد که آمریکا و اسرائیل به دنبال زمین چینی برای ایجاد یک ائتلاف امنیتی با کشورهای عربی هستند که سامانه های دفاع هوایی این کشورها را برای مقابله با علت پهبادی و موشکی ایران در خاور میانه یعنی هماهنگ کند وزارت خارجه ایران شنبه این هفته در واکنشی گفت که این برنامه ها فقط باعث افزایش تنش در منطقه خواهد شد ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ورود کشورهای خارجی به منطقه باعث ایجاد امنیت و ثبات نخواهد شد بلکه خود علت تنش و شکاف در منطقه است مجلس نمایندگان آمریکا هم در ماه آوریل طرح قانون توقف امکانات پهبادی ایران را تصویب کرده بود در این طرح آمده از سیاست ایالات متحده این است که از دستیابی ایران و گروه های تروریستی و شبه نظامی وابسته به ایران به هواپیماهای بدون سرنشین از جمله قطعات قابل دسترسی در بازار و استفاده از آنها در حمله علیه ایالات متحده و کشورهای شریک آن جلوگیری شود بیش از آن وزیر خارجه آمریکا گفته بود که دولت این کشور در صدد یافتن راههایی برای مقابله با برنامه پهپادی ایران است فرمان مهم پوتین در مورد شهروندان اوکراین بر اساس فرمان جدید رئیس جمهور روسیه، اخذ تابعیت روسیه برای تمام ساکنان اوکراین ساده تر شد. به گزارش خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در فرمان جدید خود تصریح کرده شهروندان اوکراین جمهوری خلق دونسک یا جمهوری خلق لوهانسک و افراد بدون تابعیت که به طور دائم در این دو منطقه اوکراین زندگی می کنند می توانند از طریق روش ساده شده برای پذیرش تابعیت فدراسیون روسیه درخواست کنند. نسخه قبلی این فرمان فقط ساکنان مناطق دونباس، خرسون و زاپروژیا در اوکراین را پوشش میداد. در این فرمان آمده است که خدمت در نیروهای مسلح یا اجرای قانون جمهوری های دونباس مانعی برای عکس تابعیت روسیه نخواهد بود. در این سند آمده است خدمات نظامی، خدمت در دستگاه امنیت یا سازمان های مجری قانون در دونست و جمهوری خلق لوهانسک را دلیلی برای انکار تابعیت روسیه در نظر گرفت. طبق قوانین روسیه رویه ساده این امکان را فراهم می کند که بدون انجام تعدادی از پیشرتها مانند زندگی در روسیه به مدت پنج سال داشتن منبع درآمد و گذراندن آزمون زبان روسی برای شهروندی روسیه اقدام شود ممنون که تا پایان با ما همراه بودید جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید وقتتون خوش و خدا نگهدار